با درود به هموطنان گرامی نوید محمدزاده هستم با زنگ سلامت قسمت سی و هفت. در ادامه بحث های قبلی که راجع به دستگاه گردش خون و رگ ها صحبت کردیم قلب و رگ ها به مسائل احیای قلب و مراحلی که بایستی اکثر مردم نیاز دارن بدونن که در موقع لزوم کمک شایانی میتونه بکنه به جان و سلامتی یک نفر با بیماری قلبی معمولا همونجوری که برنامه قبل اشاره کردم سکته های قلبی خیلی و شایع هستن مخصوصا کسایی که دایت خوبی ندارن ورزش نمی کنن و اوورویت در واقع اضافه وزن دارن اینا دچار که بالایی هستن و هر وقت در هر مواقعی دیدین که کسی دچار سکته قلبی شده و یا دچار مشکل تنفسی شده این دانستن کمک های اولیه و تونستن انجام این مراحل میتونه جان یک نفر رو نجات بده و خیلی خیلی مفید میتونه باشه اگه شما با این مسائل جزئیات و جزئیاتش حتی آشنایی مختصری داشته باشید احتیاج زیادی به فن و فنون خاص نداره مهم اینه که شما دیدین یه نفر دچار سکته قلبی شده خودتون نبازین و این ای رو که براتون هم فیلمشون نشون میدم هم توضیح میدم بتونین اجرا بکنین معمولا اکثر خب کسایی که تو رشته پزشکی هستن یا این دوره رو دیدن یا کورس اضافی دیدن ولی این نکته را یادتون باشه که در خیلی از مواقع پیش میاد که یه نفر دکتر یا یه نفر با رشته پزشکی در کنارتون نباشه معمولا تو هواپیما چند دفعه برای خود من پیش اومده که دیدم یه نفر دچار سکته قلبی شده و در جا میپرسن آیا دکتر اینجا هست یا نه یا یه نفر از رشته پزشکی به همین دلیل دانستن این مراحل احیای قلب و تنفس مصنوعی خیلی نکته مفیدیه و در خیلی از مواقع میتونید حتی جان عزیزان خودتون رو نجات بدین تو خونه هستیم پدر مادر خواهر برادر میتونه هر کسی در هر شرایطی دچار این سکته قلبی بشه که دلیل اصلیش هم این بلاک ها و یا کلاتیه که تو گرده یعنی یکی از رگ ها پیش میاد در واقع با معمولا تو سیاه را سرخ رگی که خون رو به قلب میرسونه کروناری آرتری دیزیز کروناری آرتری اینو باستی شما در حدی باشین که اطلاعات خاصی نمیخواد فقط جرعت و هول نشدن میخواد که شما بتونید اینو انجام بدین که خدا نکرده یه نفر از عزیزانتون یا یه نفر غریبه فرق نمیکنه جلو چشمتون از بین نره خیلی خب قبل از اینکه به توضیحات بیشتری بپردازیم بریم با هم یه فیلم رو ببینیم من توضیحات لازم رو روش میدم بعد میگردیم به ادامه برنامه در خدمتتون هستیم خیلی خوب در اینجا داره میگه که میریم یه مراحل سی همون احیای قلب رو نشون میده معمولا وقتی که شما همچین شرایطی میبینید یه نفر رو زمین دراز کشیده میفته در واقع تا اولین کاری که میکنید دوربرتون نگاه میکنید که هیچ چیز خطرناکی مر... مشکل جانبی نباشه و اولین کاری که میکنید بعد اینکه نگاه کردین همه چی مرتب دور تون زنگ میزنید به 999 یا همون تلفن امرجنسی و دو هر کشوری خوب شماره فعال میکنید شما همتون تون بایستی این شماره رو بدونید و بعد اینکه طرف صدا کردین دیدین هیچ عملی نشون نمیده اولین کاری که میکنین زنگ میزنید به امرجنسی بعد کاری که میکنید میبینید که میخوام ببینید که آیا طرف نفس میکشه یا نه که اینم میتونید با نزدیک کردن گوشتون به دماغ و دهن شخص متوجه میشین که نفس میکشه یا با نگاه کردن به قفس سینه میتونید متوجه بشین که آیا قفس سینهش بالا میاد یا نمیاد که اینا همه نشونه نفس کشیدنه Now check for a pulse. وقت در کنار این اگه دیدین که در همچین شرایطی کسی قرار داره پالس یه نفر اندازه میگیرین که ببینید اصلا گردش خونی وجود داره یا نه چون میتونه یه نفر گردش خون داشته باشه ولی تنفس نکشه یا برعکس تنفس بکشه گردش خونش کار نکنه اینا دوتا چیز مجازان پس یکی اول نگاه میکنین که تنفسش مرتب باشه هست یا نیست و دومی زربان قلبش که آیا با قشنگ دو تا انگشتتون رو بغل گردن که بذارید متوجه میشید بعد این رو چه کردین اولین کاری که میکنید سر طرف رو یکم به عقب فشار میدین میارین به عقب با این کار جلوی تنفس رو باز میکنید اگه تونستین یک دستمالی یک فیلتری جلوی دهن طرف بذارید که انتقال بیماری چیزی انجام نشه و اگه نبود قشنگ یه همچین گفتم دستمال چیزی میذارین بعد دهانتون رو دهان طرفی که افتاده میذارید و قشنگ نفس میدیم بهش این یادتون باشه که حتی بازدن ما هم حدود 18 درصد اکسیژن داره در واقع اینجور نیست که وقتی شما بازدن میدیم بیرون هیچ اکسیژنی توش نباشه به همین دلیل بازم به اندازه کافی نفس میده این کمپرشن قفس سینه یکم نکته مهمیه باستی اول جاشو پیدا بکنید و برای این کار قشنگ بالای قفسه جناق سینه رو پیدا بکنید از دو طرف زیر سینه ها دو تا دستاتون بیارید بعد یه دستتون رو بذارید در همین حالتی که میبینید دست سمت چپتون رو بیارین لای انگشتاتون در این حالت روی دست دیگه بعد باعثی تعداد ضرباتتون طوری باشه که در یه دقیقه حدود 100 تا باشه حالا چون باعثی با تنفس هم همراه بشه معمولا میگن سی دفعه کمپرشن یا همو فشار با دو دفعه تنفس شما به همین حالت فشارهای خیلی محکم ولی نمیخواد تمام زور بدنتون رو بندازین روش با این کار شما به قلب یه شوکی وارد میکنید که دوباره بتونه خون رو پمپ بکنه و در همین موقع که سی دفعه کمپرشن دادین میرین چند دفعه نفس مصنوعی دوباره میدین که دوباره اکسیژن به خون ششاش برسه اینو همینجوری تکرار میکنید تا اینکه یه نشونه ای از زندگی توش ببینید یا تنفسش یا دوباره ضربان پالسش رو هرس میکنید ببینید دوباره نفس میده حالا <تصفح> چک میکنه که ببینه آیا نفس میکشه <تصفح> یا نه خب اگه پنج دفعه این کارو کردین مراحل عملیات سی پی رو کردین و نتیجه نگرفتین دوباره چک کنید به همون امرجنسی که تا موقع امیدوارم رسیده باشن معمولا تو کشورهای پیشرفته تو 4 پنج دقیقه آمبولانس میرسه و وقتی اینا میرسن بستگی به شرایط داره که دیگه به شما مربوط نمیشه خودشون کارشون بلدن و انجام میدن و بازم به بستگی به شرایط محل با یا شوک الکتریکی میدن یا کار دیگه میکنن یا منتقل میکنن به بیمارستان که معمولا ادامش همینه پس اول دوربرتون نگاه میکنید که همه مرتب باشه اگه مشکلی بود به یک جای دیگه منتقل میکنید اگه قابل انتقال باشه بعد طرفو چک میکنید که ببینید اول نفس میکشه یا نه و برای این کار میتونید یکی به با گوشتون گوش باید بکنید و دومی نگاه کنید به قفس سینه چون وقتی قفس نفس میکشه قفس سینه میاد بالا و پایین بعد که اگه دیدین این انجام نمیشه سریع سرشون رو به عقب خم میکنید در واقع در این حالت قفسه فضای تنفسی را باز میکنید اگه زبون جلوی تنفس گرفته با این کار میتونید باز بکنید که نفس بکشه و برای تنفس مصنوعی هم باز بهترین پوزیشنه و موقعیتی که بتونید نفس بدین بعد زربانش رو حس میکنید زربان قلبش رو حس میکنید میتونید دستون قشنگ زیر این بغل سرخ رگ گردن بذارید و حس میکنید که زربان داره یا نداره اگه نداشت با سریع سری برین سی پی رو انجام بدین اگه داشت پس به سی آر نیست ولی تنفس بهش میدین و زنگ میزنید به امرجنسی پس در مرحله بعدی اگه ضربانی وجود نداشت سریع گردن رو چرخونیم به عقب بعد جای قفسه سینه و جایی که دستتون رو بذارین رو پیدا میکنید و معمولا از زیر سینه ها میتونید از دو طرف بیام به وسط یا یکم زیر قفسه جناق سینه جناق سینه میتونید خیلی راحت اینجا پیدا بکنید یک دو انگشت معمولا میگم بیاین بالاتر و دست راستتون رو میذاریم با دست چپ هم روش اینجوری با همدیگه دیگه قلف میکنید که فشار خوبی بیاد دست راست یا دستی که فشار اولیه میدین صاف وای میسته تو آرنجتون رو خم بشه و بایسی پوزیشن و موقعیت خود شما طوری باشه که روزانوها نشسته باشین و در واقع دستاتون عمود بر سینهش باشه که بتونید خوب فشار بدین و این فشارها باعثی یه قدرت کافی داشته باشه این خیلی یواش فشار بدین تحریک انجام نمیشه باعثی با فشار اینو تکرار بکنید و سی دفعه انجام میدین یا نفس میدین دو دفعه باز میرین اینو انجام میدین بعد اینکه پنج شیش دفعه کردین اگه نشونی نیافتی متاسفانه دیگه شاید دیر شده باشه ولی بازم به امرجنسی زنگتون رو زدین و منتصر که اونا بیان و در کنار این مسائل بعدی که بایستی مراقب باشین اینه که خودتون رو نبازین اگه به محض این که شما دیدین یه نفر از اقوام یا دوستان یا قریبه تو تو خیابون میتونه پیش بیاد افتاده و شما هول کنید و به ترسین میتونین جانش رو دچار خطر بکنید به همین دلیل دانستن و حتی دیدن اینجور کمک ها و اینجور مسائل میتونه برای شما کافی باشه که خدا نکرده فردا نیاز بود به پدرتون مادرتون یا همسایتون احیای قلب انجام بدین و کار سختی نیست معمولا تو اون کشور اروپایی اکثر مردم تو هر رشته‌ای هستن تو مدارس تو جای مختلف این کورس ها رو میذارن اکثر مردم این احیای قلب رو بلدن کسی هم که بلد نیست بره کورسش رو ببینه حتی به طور شخصی بره این ضرری نداره میتونه به اطرافیان و همسایه ها و آشنایان کمک خیلی زیادی بکنه چون با مسئله مرگ و زندگیه شما با یه احیای قلب خیلی راحت میتونید میتونی یه نفر رو نجات بدین اگه قلبی که دچار سکته شده نتونه بعد 7 دقیقه برگرده دیگه معمولا متاسفانه فوت حتمیه ولی تا 3 4 دقیقه شما میتونید با این احیا و این روش های احیا کمک خیلی خوبی بکنید خب فکر میکنم به اندازه کافی راجع این گفته باشم فقط نکته که میخوام تاکید بکنم اینه که نترسید این کار رو انجام بدین هیچ کار خاصی نیست فقط شما دو تا تنفس میدین بهش سی دفعه اون فشار رو به سینه قفسه سینه میدین و اگه یه نکته دیگه هم که هست اگه دیدین که نمیتونین کاری بکنید مریض در واقع با یه حرکت خیلی راحت بر میگردون به بغل در واقع روی یه طرف دراز میکشه و با این کار میتونیم باز کمکی بکنیم به سلامتی مریض و جلوگیری از خطرات دیگه امیدوارم که این نکات رو بتونید انجام بدین و مهمتر از همه همونجوری که اشاره کردم سخت نگیرید نترسید و مهمتر از همه اون روحیه‌ای که شما دارین و میتونید اینو انجام بدین و این چهار تا قدمی که چجوری انجام بدین هم خیلی مهمه به همین دلیل من این فیلم رو براتون گذاشتم که همتون بدونید لاقل این مراحل احیای قلب چجوریه کار سختی نیست فقط باعث اون چهار تا تکنیک رو بدونین و بتونین انجام بدین در ادامه این بخش میخوام به مراحل بعدی دستگاه گردش خون رو تنفس بپردازیم و در یه سری بیماری ها هست که خود قلب مشکل نداره ولی مشکلاتش ناشی از بیماری های شش هست بیماری های تنفسی هست که به خاطر عدم اکسیژن رسانی کافی باز یه نفر دچار مشکل میشه و این به این نحوه که اکسیژن کافی توسط شش که دچار ناراحتی شده به بدن نمیرسه که بیماری های دستگاه تنفس باز خودش خیلی زیادن و وسیعن من خلاصه ای را امروز اشاره می کنم اگه احتیاجی بود در برنامه های بعدی به اینا به طور مفصل می پردازیم ولی نکته مهمی که باز در اینجا می بهش اشاره بکنم ریکاوری و ریهابلیتیشن این افراده که شما چجوری بتونید یه نفری که سکت قلبی داشته رو دوباره بیارین به فعالیتهای روزانه و کارهای روزانش برسونید و اینجاست که ورزش باز حرف خیلی مهمی رو میزنه جایگاه خیلی مهمی داره و کسانی که بتونن زندگیشون رو با ورزش و تغذیه و استراحت سالم و خوب بیارن به مرحله بالا و مقاومت بدنش به مرحله بالایی برسونن اینا بردن اینا موفقیتشون و سلامتیشون به دست میارن چون سالمترین راه درمان ورزشه من روی این ورزش خیلی حرف زدم ولی نکته ای که میخوام بگم شاید برای خیلی از شماها واقعا قابل قبول نباشه که ورزش مگه میتونه یه بیماری رو خوب کنه برای ما متاسفانه تو کشور ما که پزشکی سالاری و دارو حرف اول رو میزنه ورزش جایگاه زیادی نداشته جایگاه خوبی نداشته و از همه مهمتر حالا ورزش برای سلامتی به یه طرف ورزش برای درمان مورد بحث منه حتی متاسفانه خود فیزیوتراپیست های ما هم به اندازه ای که بایستی به ورزش اهمیت بدن اون اهمیت رو نمیدن به خاطر یه سری مسائل آموزشی و کاری و مشکلات بیمه که هست اکثرا از اون الکتروتراپی استفاده میکنن که کارای چندانی نداره خیلی از همکاران ما داخل ایران از این دستگاه الکتروتراپی استفاده میکنن من قبلا هم اشاره کردم ولی در اینجا چون چند دقیقه بیشتر وقت نداریم میخوام به این موضوع به طور واضح بپردازم و به طور واضح حرفمو میزنم خیلی از همکارا شاید دوست نداشته باشن ولی واقعیتیه که ما باعث قبول بکنیم فیزیوتراپی علمیه که مرتب داره پیشرفت میکنه مخصوصا در طی این یکی دو دهه اخیر و چند سال اخیر تحقیقات خیلی زیادی انجام دادن و یکی از اونها اینه که رو الکتروتراپی کار کردن و دیدن که کارای چندانی نداره من اینو به این دلیل اصرار میکنم روش چون که دیدم همکاران من تو شهرستان رو بیمار قلبی الکتروتراپی گذاشتن اون همون که از نظر عموم با برق معروفه تو ایران همه تون شناختین میبینین و این ناراحت کننده است واقعا جای تعصف داره که نمیدونم اون الکتروتراپی برای یه نفر که قلب بیماری قلبی داره چه کاری میتونه بکنه یا برای خیلی از بیماری های دیگه با وارد جزئیاتش نمیشم پس اصل فیزیوتراپی حرکت و ورزشه و در کنارش یه سری تکنیک های دستی و یه سری تکنیک های ماشینی داریم که در واقع دوتاشون پین رلیفن مسکن درد هستند حالا تکنیک های دستی از مانیپولیشن موبالیزیشن یا در واقع انواع اقسام حرکت هایی که رو مفاصل انجام میدن یا کششی یا قلن شکستن و غیره و یا موبالیزیشن در واقع به طور پاسیو مفصل و در جهت های مختلف حرکت دادن اینو باعث میشه که نه تنها درد کم بشه بلکه اثرات خیلی خوبی راجع به بهبودی داشته باشه و مسئله بعدی روش های یه سری وسایل درمانی از جمله اولتراساوند یا همون الکتروتراپی شاک ویف تراپی لیزر هست اکثر اینا خوبند بعد سال پیش تو فیزیوتراپی کشور دیگه هم خیلی شایع بود ولی در حال حاضر تو فیزیوتراپی کشور پیشرفته هیچ جایگاهی نداره تقریبا اکثر فیزیوتراپیست ها استفاده نمی کنند و این که چهار پنج دقیقه برای مسکن درد ولی اصل فیزیوتراپی همون حرکت و ورزش هست و این نکته که شما میتونید برای همه بیماری ها تجویز بکنید از بیماری قلب، بیماری فشارخون، جرایی های قلب، سکته قلبی، سکته مغزی و جواب میده چون تحقیقات،, تحقیقات ثابت کرده تحقیقات در واقع وقتی میاد یک مسئله رو بررسی میکنه و در نهایت منجر به یک سری مسائلی میشه که باعث بهبودی این افرادی که مورد تحقیق قرار گرفتن میشه برای من و شما قابل درک هست ولی وقتی که یک چیزی رو تحقیق کردن و جوابی نگرفتن خب این مسلمه که استفاده نباست بشه به همین دلیل از همکاران عزیز خواهش میکنم که هر چه میتونن کمتر الکتروتراپی استفاده بکنن مگه اینکه خودشون برن تحقیق کنن و عدم اون چیزی رو که محققان اروپایی بهش دست یافتن و بیارن بررسی کنن و نشون بدن که آره الکتروتراپی کار میکنه و مسیر خیلی طولانی داریم به اونجا برسیم که تحقیقات مفصل و از همه مهمتر معتبر تحقیقات زیاده ولی اینکه اعتبار این تحقیق در چه حدی باشه مهمه و در واقع علم فیزیوتراپی و ورزش که من راجع صحبت می کنم در طی این یکی دو دهه اخیر تقریبا اکثرش بر مبنای تحقیقات هست چه از آرتروز زانو بگیرین اثرات ورزش رو آرتروز زانو تا اثرات ورزش و فشار و خون اثرات ورزش و بیماری های قلبی اثرات ورزش و دایبت تمام اینا را مورد بررسی قرار دارن راجع به استروک یا ضربه مغزی و نشون داده که کار میکنه نشون دادن که جواب میده و خیلی معتبر هم هستن میتونید خودتون بریم بگردین اینا رو پیدا بکنید برای احیای بیم... کسی که دچار ناراحتی قلبی شده شما فقط این نکته را یادآوری بکنم که انجام بدین حتما نترسید شما هیچ خطری را وارد شخص نمی کنید. شخص شخص دچار مشکل زیادتر از آنی که هست نمی کنید فقط نترسید و انجام بدین و امیدوارم که این برنامه بتونه بهتون اطلاعات خوبی بده که اگه لازم شد یه نفر را احیای قلب کنید و جانش رو نجات بدین داریم کم کم با آخر برنامه میرسیم شما را به خدا میسپارم تا برنامه بعد روز روزگار خوش